اینجا جاده شهید مزاری است، مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در امین جاده موقعیت دارد. با گفته شاهدان محل رویداد، 3 انفجار در محل صورت گرفته است. با گفته آنان، حمله اول در داخل این مرکز، حمله دوم در داخل اویلی و حمله سوم در داخل کوچه افرادی را هدف قرار داده است که شهیدان و زخمیان این رویداد را به شفاخانه منتقل می کردند. این رویداد زمانی به وقوع پیوسته که یک نشست علمی پژوهشی در باره ششم جدی سال روز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان در این مرکز در حال برگزاری بود. بیشتر تلفات بر اشتراک کنندگان امین نشست وارد شده است. امروز قرار بود که مراسم به خاطر ششم جدی سال روز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی محفلی برگزار شود که متاسفانه در حین سخنرانی، در حین برگزاری مراسم حمله انتحاری صورت گرفت. زن، طفل، هر رقم آدم ها آمده بود، اشتراک کرده بود به خاطر محفل امیر ششم جدی. نیکوهش مردم از تجاوز رو صادره بود. وزارت صحت عامه شمار قربانیان این رویداد را 41 شهید و 84 زخمی میگوید. اما شاهدان محل رویداد روایت دیگری دارند. به اساس آماری که نزد وزارت صحت عامه موجود هست، متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در این حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن و در این میان از میان 41 شهید 35 مرد و 64 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در این حادثه متاسفانه زخمی شدن. نفر ولی زیاد است. نفر شاید از 50 نفر با بالاست. عین ما میگه 80 نفر با بالاست. هرگاه منصوبین پلیس به خصوص کسایی که در مربوطات حوزه ششم مسئولیت تامین امنیت شهروندان را دارند کوتاهی کرده باشند، به موقع عمل نکرده باشند و کار خود به شکل درستش انجام نداده باشند، طبعا مطابق به قوانین افغانستان مجازات میشن. حیات ما بررسی را آغاز کرده. بیشتر قربانیان این رویداد به شفاخانه استقلال انتقال داده شدند. در اینجا کسی دنبال برادر، کسی دنبال مادر و کسی به دنبال خواهر خود سرگردان است. این مرد 2 پسر و 1 برادرزاده خود را در این حمله تروریستی از دست داده است. شماری از خبرنگاران که برای پوشش خبری این رویداد رفته بودند نیز قربانی این حمله تروریستی شدند. رویداد امروز یک فاجعه بود، یک جنایتی بود ضد بشری که با ارزش‌های انسانی و اسلامی در مغایرت است. مردم بیچاره رو قتل و قلقم میکنه در مسجد، در محراب، در منبر، بعدش میگه ما ایسات غمشریکی میکنیم، میر محکوم میکنیم. در یک هفته گذشته این دومین حمله انتحاری است که در کابل به وقوع میپیوندد. گفته میشود مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. عفیظ الله سالنگی، تلویزیون نور، کابل.